سرگذشت چند بیشعور از کتاب بیشعوری نوشته ی خاویر کرمنت. فکر نمی کردم که بیشعور باشم. فقط مثل فرمان روای زورگویی بودم که تنها زمانی خوشنود می شدم که داشتم حرمت و شادمانی اطرافیانم را ضایع می کردم. پرسیلا یک بیشعور تحت درمان. ممکن است برخی از خصوصیات خودتان را در سرگذشت فردی که پیشتر آمده تشخیص داده باشید. سرگذشت او از آن روایت هایی است که من معمولا می شنوم. اما همه بیشعورهای موجود در چنین احمقهای جاه طلب، زورگو و خودستایی خلاصه نمی شوند. گونه های فراوانی از بیشعورها وجود دارند که باید بررسی شوند. به عنوان نمونه چند تا از آنها در روایتهای زیر نشان داده شدند. الکسیس قد بلند، جذاب و بلند است. اکنون در آستانه 40 سالگی خودش را در حرفه‌اش موفق اما در یک رابطه عاطفی شکست خورده می داند. در این مورد او هم مثل بسیاری از بیشعورها زیاد درباره خودش چیزی نمی داند. الکسیس همیشه محبوب پسرانی بود که می توانستند از عهده مخارج هنگفت هوسرانی های او برایند. رابطه برقرار کردن با الکسیس چندان کار مشکلی نبود و به راحتی هم می توانست به رخت خواب منتهی شود، اما مثل این بود که یک نفر بخواهد روحش را به شیطان بفروشد. با این اوصاف او همیشه می توانست مردانی را پیدا کند که با کمال میل این مخارج را بر عهده بگیرند. آنها برایش بهترین لباس ها و جواهرات را می خریدند و کمک هایی به او می کردند که هیچ وقت مجبور نبود جبران کند. همیشه یک ماشین مدل بالا و آپارتمانی گران قیمت برایش مهیا بود. حتی اگر علناً می گفت که هیچ پولی بابت اینها نخواهد پرداخت. از نظر او مردها فقط به درد این می خوردند که در را برایش باز کنند، در حالی که در مقابلش از جا بر می خیزند زیبایش را تحسین کنند و صورت حسابهایش را بپردازند. الکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت دست یافت، جایی که استفاده ماهرانه‌اش از ایده‌های دیگران و مانورهای زیرکانه‌اش بر روی آنها باعث شد تا به سرعت پیشرفت کند و از نردبان ترقی آژانس بالا برود. او در کارش مثل گربه بود، یعنی هیچ وقت مستقیماً با کسی درگیر نمی‌شد، اما با حیله‌گری کار خودش را پیش می‌برد. می‌دانست چطور با پنهان کردن یادداشت‌های مهم و مزایقه کردن اطلاعات مفید از همکارانش آنها را مثل احمق‌ها جلوه دهد. الکسیس استاد کسب اعتبار از موفقیت‌هایی بود که هیچ کاری برای آنها نکرده بود و می‌توانست از زیر بار مسئولیت اشتباهات، حتی اگر در حد فاجعه بودند، شانه خالی کند. او با استفاده از جذابیت شخصیش توانست مشتری‌های زیادی را جذب آژانس کند و بسیاری از آنها او را مسئول سفارش‌های خود کردند. بیشترین اعتبار را در آژانس به دست آورد و از مزایای آن لذت می برد و از اینکه می دید خیلی ها به او حسادت می کنند کیف می کرد. البته الکسیس می دانست که دارد نان رنگ و لعابش را می خورد، ولی مگر تبلیغات چیزی جز رنگ و لعاب است؟ با این حال الکسیس از زندگی شخصیش ناراضی بود. از 20 سالگی تا 30 سالگی و تا حدود زیادی از 30 سالگی تا 40 سالگی دلخوشی های زیادی داشت، اما هر چه سنش بالا می رفت سؤال آزاردهندهی بیش از بیش ذهنش را به خود مشغول می کرد. آیا او آدم موفقی بود یا صرفاً یک تنفروش؟ البته او آنقدر مهارت داشت که به راحتی از این مسئله غامض تفره برود، اما این سؤال در ته ذهنش رسوب کرده بود. به مرور ایام نظرش نسبت به مردانی که با آنها رابطه داشت بر می گشت. اگر مردی به اندازه کافی پولدار بود یا خیلی پیر بود و یا خیلی بیریخت و اگر طرف خوشتیپ و جوان بود، لا تو آسوپاس از آب در می آمد. اگر هم کسی حسابی به او ابراز عشق می کرد، الکسیس می فهمید که یارو انقدر احمق است که نتوانست شخصیت واقعی او را در پس ظاهر فریبندش تشخیص بدهد. الکسیس از هر کسی که می‌خواست بر او تسلط داشته باشد هم به سرعت می‌برید. سلطه مردان فقط در رخت خواب برایش قابل تأمل بود و لاغیر. اما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود. الکسیس هیچ دوستی نداشت. همکارانش فقط از او تحقیر دیده بودند و دشمن خونیش شده بودند.
با همسایه‌هایش هم دائما در جنگ و ستیز بود. برای پارک ماشینش در جایی که دوست داشت که عملا هم غیر ممکن بود، به خاطر صدای بسیار بلند ضبط صوتش و برای عادتش به نیمه اوریان قدم زدن در لابی مجتمع مسکونیشان، هرچند که به این مسئله آخر مردان همسایه هیچ اعتراضی نمی کردن و خیلی هم موافق بودند. اما زنهایشان هر بار با دیدن او مثل مار زخم خورده می شدن. الکسیس حتی نمی توانست با مادرش درد دل کند و نزد او آرامش داشته باشد، چون سالها بود که با مادرش یک کلام هم حرف نزده بود. دقیقا از زمانی که مادرش به خاطر اینکه الکسیس دیرتر از ساعت مقرر به خانه آمده بود یک هفته قدغن کرده بود که شب بیرون برود، او هیچگاه به تلفن‌های مادرش جواب نمی داد و همه نامه‌های او را باز نشده برمی گردان. الکسیس بیچاره با استعداد، پولدار و موفق بود، اما با همه اینها بدبخت بود. آیا او قربانی حسادت و بدخواهی دیگران شده بود یا فقط بیشعور بود؟ وقتی که الکسیس برای مشاوره نزد من آمد، فهمیدم که مادرش از آن آدم‌های مستبد بود که همیشه از او ایراد می‌گرفته و به ندرت به خاطر موفقیت‌هایش تعریف و تحسینش می‌کرده است. مادرش به استعداد و زیبایی الکسیس حسودیش می شده و سعی می کرده با الغای حس گناه و تضعیف اعتماد به نفس او کامش را تلخ کند. تشخیص آسان بود. گفتم مادرت بیشعور است. با عصبانیت پرسید شما ساعتی چند صد دلار از من پول می گیرید که چیزی را که خودم می دانم تحویلم بدهید؟ و داشت راه می افتاد برود که با انگشت اشاره کردم صبر داشته باشید. احتمالاً از همان اشاره انگشت فهمید که من مقعد شناسم و گذاشت حرفم را ادامه بدم. گفتم و تو بچه یک مادر بیشعور هستی. گفت خب این شد یه چیزی. کاملاً مشخص بود از اینکه تقصیرها دارد گردن یکی دیگر میافتد احساس آرامش پیدا میکند. گفتم تو خواسته‌ای بین خودت و خودخواهی‌های مادرت دیوار بلندی بکشی، اما این کار به بهای کشیده شدن یک دیوار بلند بین تو و تمام ارتباطات انسانی بوده. پرسید یعنی چی؟ شیرفهمش کردم یعنی این که تو هم بیشعور هستی و در طول زمان بیشعور شده‌ای. با راهنمایی و کمک‌های من و یک گروه درمانی، او سرانجام توانست اعتیادش به بیشعوری را قبول کند و دریابد که چگونه این بیشعوری باعث شده که او برای حفظ موقعیت‌هایش فریبکاری کند، دروغ بگوید و از دیگران سوء استفاده کند. البته من توجه ویژه‌ای هم بر روی اصلاح عادات و رفتارهای جنسی الکسیس مبذول داشتم و باید بگویم که درمان او یک موفقیت محشر و هیجان‌انگیز بود. او اکنون در شهر پیترزبورگ زندگی می کند و در یک فروشگاه بزرگ به صندوقداری مشغول است. با یک کارگر معدن بیکار ازدواج کرده، یک بچه دارند و یکی دیگر هم توی راه است. الکسیس خوشبخت است. دست کم دیگر بیشعور نیست. مورد دوم، هوبرت. هوبرت بچه 9 ساله بود که برای معالجه نزد من آوردن. پدر و مادرش نکبت صدایش می‌کردند و در مدرسه درجه مطلقاً کودن داشت. 4 درمانگر تا آن موقع او را جواب کرده بودند و 2 از آنها بعد از سر و کله زدن با او حرفه روان درمانی را رها کرده بودند و به کارهای کم استرس‌تری روی آورده بودند. یکی رام کننده شیر شده بود و دیگری بازرس مخفی مواد مخدر. در واقع او هم بیشعور بود. مورد هوبرت به سادگی ثابت می‌کرد که الزاماً همه بیشعورها محصول دوران کودکی و تربیت نابهنجار نیستند. شاید یکی مثل الکسیس چنین بود، اما قطعاً هوبرت به خاطر تأثیرات دوران کودکی نابهنجار بیشعور نشده بود، چرا که او خودش یک کودک نابهنجار بود. مشکل اساسی هوبرت این بود که تحمل دیدن راحتی و خوشحالی دیگران را نداشت. مثلا اگر چند تا دختر بی سر و صدا برای عصرانه‌ای دور هم جمع می شدن، هوبرت نمی توانست آرام بنشیند و حالشان را نگیرد. مثل یک خلبان ژاپنی به عملیات انتحاری می پرداخت. روی سرشان هوار می شد و عملیات را با به هوا فرستادن ظرف‌ها و نوشیدنی‌ها و دخترهای کوچولو با موفقیت به اتمام می رساند. یا چند بار گوه سگ را در استخر شنای عمومی انداخته و آنجا را به تعطیلی کشانده بود. البته هوبرت ویژگی‌های مثبتی هم داشت.
مثلا از آن بچه هایی بود که هیچ وقت برای قبول شدن در امتحانات تقلب نمی کرد. به جای این جور لوسبازی ها با یک تفنگ واقعی به در خانه معلمش می رفت و او را تا سرحد مرگ می ترسان تا نمره قبولیش را بگیرد. مورد هوبرت به ویژه از آن جهت که او جز بدجنسی و مردم آزاری چیزی دیگری را نمی فهمید مورد مشکلی بود. وقتی به او گفتم که بیشور است، نیشش تا بناگوش باز شد و گفت من اولین کسی هستم که اینقدر خوب درباره او حرف می زنم. و از بیشعور نامیده شدنش خیلی اظهار خوشحالی کرد. آه از نهادم برخاست و فهمیدم این از آن موارد واقعا مشکل است. البته من هم بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و تصمیم گرفتم برای درمان عمیق این پسر بچه از تجربیات خودم در زمانی که مقعد شناس بودم استفاده کنم. معاینه کامل سنگشتی یکی از این تجربه ها بود. از آن موقع به بعد من از همکاری کامل هوبرت لذت بردم و حالا هم با مسرت اعلام می کنم که او به زودی مدال افتخار پیشاهنگی خود را خواهد گرفت. مورد سوم، والتر. والتر یک کشیش بود. او 14 سال پیش به این کسوت در آمده بود و از آن مدت در دروازه کلیسا خدمت کرده بود. حرارت بسیاری در یادگیری انجیل و موعظه کردن داشت و خودش را متخصص امراض روانی و درمان گناهکاری می دانست. او واقعا باور کرده بود که خودش را فنای در راه حق و وظیفه خطیر الهیش کرده است. والتر در خطابه هایش به صراحت می گفت که وظیفه ما آن است که در محضر خدا مواظب کوچکترین اعمال و رفتارمان باشیم. چرا که با ارتکاب کوچکترین خطایی یک سر در دامان گناه می غلطیم. او عاشق این بود که بگوید بدانید آن خدایی که جنبیدن هر برگ درختی در لوح او محفوظ است کوچکترین لغزش من و شما را به نیکی می داند و هرگز آن را فراموش نمی کند. بعضی وقتها والتر در هنگام موعظه حالت عصبی و تهاجمی به خود می گرفت، به طوری که هر آدم عاقلی از علاقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفت زده می شد. چند بار هیئت مدیره کلیسا برای این حالتها به والتر تذکر داده بود، اما او همیشه با لفاظی ها و ژست های زاهدانه نه فقط انتقادات را قبول نمی کرد، بلکه یک چیزی هم طلبکار شده بود. والتر معمولا به هیئت مدیره یادآوری می کرد که خادمان راستین خداوند دشمنان زیادی دارند و هیئت مدیره کلیسا نباید اجازه دهد کسانی که هیچ کاری برای خداوند نکردند آنها را بازیچه دست خود کنند. اوزا بر این منوال بود تا اینکه یک بار والتر تصمیم گرفت برای یک شنبه درباره زنای محسنه موعظه کند. با همان حالت همیشگی خطابه قرایی درباره این گناه کبیر ایراد کرد و در مورد کراهت و شناعت عظیم زنا در نزد پروردگار سخنرانی کوبنده‌ای کرد. او به حاضران گفت که هر جا کسی که چنین گناهی را مرتکب شده باشد تا ابد در قعر جهنم است و هیچ جای امید هم برای کسی باقی نگذاشت. یکی دو هفته بعد وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی را آغاز می کرد، یکی از حضار که ظاهر موقر و متشخصی هم داشت از جای خود برخاست و با اسلحه‌اش به سمت والتر نشانه رفت. آن مرد به والتر گفت بهتر است دعایت را از ته دل بخوانی، چون شاید آخرین دعایت باشد و حتما هم از خدا بخواه که برای زناهای محسنه و غیر محسنه ببخشدند. چون اگر دست از سر زن و دخترهای من بر نداری خودم تا در دروازه جهنم رعایت میکنم. والتر آن موقعیت ناگوار را با تقوا و خیشتنداری تحمل کرد. او به حضار گفت که تهمت آن مرد محترم ناحق است، اما او از سر تقصیرش میگذرد. بسیاری از حاضران به خاطر این بردباری مؤمنانه و حتی قدیسانه والتر به گریه افتادند. اما روزگار والتر سر آمده بود. چند روز بعد شورای مخصوصی متشکل از پدران و شوهران هتک ناموس شده نامی به سر اسقف منطقه نوشتند و درخواست کردند که نه تنها والتر از کلیسای ناحیه آنها اخراج شود، بلکه خلع لباس هم بشود. اسقف برای مذاکره محرمانه او را فراخواند. والتر آنجا هم هر تهمتی را بی‌اساس خواند، اما شاکیان دست پری داشتند. آنها عکس‌های رنگی واضحی از والتر در هنگام ارتکاب عمل به همراه نوارهای صوتی حاوی صدای زنان و دختران رو کردند. با وجود این اسناد و مدارک والتر باز هم کم نمی آورد.
او می گفت این راهی بود که او برای اجرای این فرمان مسیحی که می فرماید به همسایت عشق ببرز انتخاب کرده است. در خانه یک خادم خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشد. چه روز، چه شب و چه نیمه شب. والتر به کلیسای 13 هم فرستاده شد، اما اسقف عکس‌های رنگی خوشکیفیت را لابد برای روز مبادا نزد خود نگه داشت. ضربه نهایی وقتی بود که زن والتر اعلام کرد که او با بچه‌ها به خانه پدرش برخواهد گشت و علاوه بر این پیشنهاد شغلی در بنیاد بین‌المللی ترویج بیخدایی را هم پذیرفته است. والتر داغان شد. او همیشه فکر میکرد که اسقف از او حمایت خواهد کرد و زنش هم تحت هر شرایطی با او خواهد ماند. خیلی سعی کرد تا راه نجات عقلانی و یا مؤمنانهی بیابد، اما موفق نشد. او در محاصره دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش دهد. والتر به این نتیجه رسید که اینها کار شیطان است. اما واقعا این وضعیت به خاطر شیطان بود یا بیشعوری؟ والتر را اسقف نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیر پوسته دینداریش را ببیند و قبول کند که هرگز آن آدم اندیشمند، دلسوز و پرهیزگاری که گمان می‌کرد نیست. او هیچ چیزی جز یک بیشعور مذهبی نبود. والتر نمی‌توانست بپذیرد که به طرز بسیار ماهرانه‌ای خودش را هم فریب می‌داده. او باور داشت که نه تنها تمام اعمال و رفتارش شرافتمندانه بوده است، بلکه حتی بعضی از کارهایش را مصداق بارز ایثار و فداکاری می دانست. مثلا معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسا کرده، به این ترتیب که مرهمی بر درد تنهاییشان شده و با برآورده کردن ضروری ترین نیازهایشان کمک کرده که به زندگی با شوهران سرد مزاجشان ادامه دهند. اما بالاخره قبول کرد که بزرگترین عطیه الهی برای عالم نسوان یا هیچ عالم دیگری نبوده است. متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسانده و از اختیاراتش سوء استفاده کرده است. هرگز آن روز را فراموش نمی کنم که به من نظر کرد و گفت آیا من بیشعور بودم فرزند؟ چنین لحظاتی به کار روان درمانی من ارزش ویژه‌ای می بخشد. بعد از ماها مشاوره و درمان، والتر با تقاضای طلاق همسرش موافقت کرد و کلیسا را هم ترک گفت. سخت‌ترین درس او درک این مطلب مهم بود که سایر مردم برای این خلق نشدند که او با آنها سرگرم شود و بر ایشان فرمان براند. بنابراین باید به کلی رفتارش را عوض می‌کرد و راه و روش دیگری را پیش می‌گرفت. والتر الان در گوشه‌ای از خاورمیانه به شتربانی مشغول است. او مدعی است که خدا را دوباره یافته است و شناخته است و میگوید که اگر خداوند بتواند امثال این مؤمنان بمب‌گذار و من بیشعور را ببخشد، پس قدرتمندترین قادر جهان است و اگر کسی از او درخواست کمک یا راهنمایی کند با مهربانی جواب میدهد. هیچ وقت با یک بیشعور سلامش برد نکن. صدایی که در کویر میپیچد انگار زمزمه میکند صحیحه. از این سرگذشت ها می توان نکات چندی درباره بیشوری دانست. هر آدمی، چه پول دار و چه بی پول، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان، ممکن است به بیشوری مبتلا شود. نه باهوش بودن و نه کودن بودن هیچ کدام مانع از ابتلا به این عارضه نمی شود و بیشوری به هیچ کدام از این عوامل بستگی ندارد. به عبارت دیگر، بیشعوری مرضی است که میتواند هر کسی را در هر زمانی بدون هیچ هشداری آلوده کند. از خاخامی که در طول زندگیش بیشعورهای فراوانی را دیده، روایت است که هر کسی در هر شرایط ویژه‌ای میتواند وقیح باشد. همین که آن شرایط از بین رفت، آدم معمولی به خود میآید و از وقاحتش پشیمان و سرفکنده میشود. اما آدم بیشعور دنبال فراهم کردن شرایط دیگری می‌گردد. این سرگذشت‌ها را از آن رو برای نقل کردن انتخاب کردم تا تنوع رفتاری بیشعورها را نشان داده باشم. هرچند که در نهایت هر بیشعوری منحصر به فرد است و فرمولی برای شناسایی دقیق بیشعورها وجود ندارد، همانقدر که انسان‌ها پیچیده و گوناگونند، بیشعورها هم پیچیده و گوناگونند و به همین میزان راه‌های درمان این بیماری هم پیچیده و گوناگون است. شاید فقط تعلیف کامل این عارضه کتاب مستقل دیگری را بطلبد.
که البته نگارش آن بیش از مباحث روانشناسانه بستگی به میزان فروش این کتاب دارد. فروشی که با در نظر گرفتن کمیت بیشعورها باید خوب باشد. فقط در ایالات متحده آمریکا بیش از 100 میلیون بیشعور وجود دارد که هر کدام منحصر به فردند و همین امر من را امیدوار می‌کند که کتاب‌های زیادی از این دست بتوانم بنویسم و روانه بازار کنم. در هر حال برخی از خصوصیات مشترک بیشعورها این هاست: 1. خودپسندی فجیع، 2. نفرت انگیزی بی حد، 3. خیرخواهی متکبرانه، 4. ضمیر ناخودآگاه غیر قابل نفوذ که با مته الماسه هم نمیتوان با آن نفوذ کرد، 5. کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران، 6. امتناع از صفات اصلی انسانی، 7. سوء استفاده بیرحمانه از آدمهای ساده. این صفات را به همراه موارد دیگر در فصلهای دیگر بررسی خواهیم کرد. فعلا نگران این چیزها نباشید. بالاخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که احساس همذات‌پنداریتان درست است. تمرین‌ها. 1. آیا با خواندن هیچ کدوم از این داستان‌ها یاد شخص خاصی نیفتادید؟ آیا آن شخص خاص را هر روز صبح توی آینه نمی‌بینید؟ وقتی به خودتان فکر می‌کنید چه ویژگی‌هایی به نظرتان می‌رسند؟ فکر می‌کنید کدام یک از رفتارهایتان چندش‌آورتر است؟ 2. بهتر است یک دفتر بسیار بزرگ برای ثبت این موارد تهیه کنید و در هنگام خواندن این کتاب موارد دیگری را که به ذهنتان خواهد رسید در آن دفتر ثبت کنید. خب دوستان، این بود از کتاب بیشعوری سرگذشت چند بیشعور. مواردی که توی این کتاب هست رو توی آدم‌های اطرافمون، البته قصد جسارت ندارم، ولی شاید توی خودمونم خیلی هاش رو میبینیم و این یک آرزوییه که خابیر کرمنت خیلی خوب به این آرزو پرداخته. یک بحث دیگه هم در مورد این کتاب توی چند تا ویدئوی قبلی خوندیم، اونا رو هم میتونید گوش بکنید. مرسی از اینکه ما رو میبینید و میشنوید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید، حتما لطفا ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدئوهای بعدی اون براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشید. سپاسگزاریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.